خب آقا جان تو بفرما برایمون بگو ببینم ایشون پسر شما هست یا نیست؟ اون وقت من پدری شما این چه حرفی آقا؟ یعنی چی؟ آخه شما به من بگوی پدر جون آخه من تو با این سن و سال همتونم پدری شما باشم ها؟ خیلی خوب ببخشید اخوی اماره ایشون پسر شما هست یا نیست؟ مشکل دوتاش و سرکار ببینین آخه من با این سن و سالم چی تو میتونم یه پسری انقدی داشته باشم ها؟ آقا شما بفرما با این چه نسبتی داری؟ دایی حسن دایی بچون خب شما بفرما شهادت میدی که ایشون پسر ایشون به ایشون پدر ایشون باشن؟ بله چیا بله؟ سرکار من خودم حی حاضر اینجا وایسادم اون وقت شما از ایشون شهادت میخواییم؟ نفهمیدم داده رضا اصلا اینجا چه خبره؟ شما خودتون نگران نکنید پس شما مدعی برادری هستید ها؟ شما اجازه بدید من به عنوان یک متخصص مشاور براتون توضیح بدم سرکار یه لحظه اجازه بده ببخشید سرکار من این آقا را اصلا نمیشناسم این دادمه اینم زنشه اینم نه از بیگانه نه از خیشه است با دادام هم ریشه اینم زنشه است مهبانو هم مادر دوتامونه است که اینجا حضور نداره دیگه هم با هیچ کسی هیچ نسبتی ندارم تموم شده رم ببگو بینم مهبانو کیه؟ مادر منه مادر بنده است عجب پس مادری شما مادری ایشون هم در اومدن ها؟ بدم هم بدم هم بینم نه 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 دست به گاز بگیره بدم هم بدم هم موقع یکی رو گفتم نه ای دوست داشت اول میمن رو شونه تو باشه حاله بدش من نه با من دوست شده با من دوست شده پس من حساب مادری ایشون مادری شما از کار در اومدن بله؟ جناسر بام تا جایی که من میدونم ایشون هوشنگ قلمکار پدری ایشونه ایشونم مجیری قلمکار پسری ایشون پدره بسپرین دستی پسر ماجرا رو ختمش کنیم اینطور چه شما میفرماین یعنی شما میدونی من پدری چیم اما خودم نمیدونم ولی شما منو نمیشناسی نه؟ سرکار من اصلا ایشونو به جا نمیارم تموم شده رفت اصلا نمیشونه نخه خیلی خوب اینا اینجا بماند بله آقا جون شما که شکایت کرده بودی اینا پدر شما رو اینجا قایم کردن الان این آقایی که حق حاضر اینجا واسطه و دچار بیماری فراموشی شده آیا پدر شما هست یا نیست بگو خطاب کن تو منو کندی آقا این هم از اون حرف هست سرکارا پدر باید بچه‌شو بشناسه یا بچه باید پدرشو بشناسه چه میدونم باید هر دو تا هم دیگه رو بشناسه نه سرکار این آقا دلش میخواد من باباش باشم که نیستم یعنی سن و سالم اجازه نمیده بجه نداده رضا بله یعنی باید بگم خدمتون که آقا من اصلا از شکایتم منصرف شدم من دیگه شکایت ندارم از کسی چی داره میگو؟ خب آقا شکایت ندارم چی بودی؟ نه عرض نشردم سرکار تشریف بیاریم من خدمتون عرض دارم میفهمی چی میگوی پسه؟ دارم میبرنشون آره؟ نه تو ببر کشن سر جاشون جناب سروان این دوتا شازده دنبال اینن که این پیر مردارو تیغ بزنن و یه پول پله به جیبشون بزنن قافل از این که خرداغ میکنن گیجا ویجن گیری پن هیچی حالیشون نی بابا جون من دارم میگم اون پیر مرده بابا اینو دارم شهادت میدم دیگه دنبال چی میگردی؟ آقا بالاخره اون بابای تو هست یا نیست؟ بابا جون از قیافاشون بشناس قیافاشون رو ببین سجلشون رو ببین تیارتشون رو نبین آقا اجازه بدین جناب صاحب من از کسی شکایت ندارم تموم شده را بیا همین خدافظ خدا نگهدار سلام برسه از این به بعد از این حسن تا اون حسن صد گز رسن ها که قربان که مورد تهدید داره مشاهده میشه که من مگه بهت نگفتم تا بهت دستور ندادم لب از لب باز نکنی ها؟ خدا سرون داره تهدید میکنه ای قصر جونم سر ره باریک و شاید تاریک و منزل بسته را بله باریک و تاریک و منزل بسته را بریم با اجازه ببخشید قویه نه نیرو زحمتکش کمال تشکر دارم جناب سر دست شما خیلی ممنون خیلی سپاسگزارم تشکر فراوان خداحافظ شما
تعهداتت یادت نرفته که؟ نه نه بابا حواسم هست. نه بابا حواس خدا حافظ شما. یوسا آدم این آب رو میبینه، این مرغابی خودکا و چنگه رو میبینه، به یاد محلش میبینه، یادش باشه. گذشته است که دست سر آدم بر نمیاد. مربوط به حالا نیست. ماهبانو خانوم معذرت میخوام، مثلا با یه دونه خانوم معما حل میشه؟ شما داری راجع مادر من صحبت میکنی؟ من خیلی معذرت میخوام ماهبانو خانوم، درست شد؟ حق با خسرو، دچار فراموشی شده، قبول. ولی اسم مادر شما رو از کجا میدونی؟ بله. حتما پرهام بهش گفته. آها. ولی مسئله این نیست، ما خودمونو زدیم به اون راه. اون برای چی؟ کدوم رامینه خانوم؟ همین که مریم میگه، تا حالا که دچار فراموشی شده بود، این که فراموشی نمیشه. رابطه‌اش با خاتون چی شد؟ راست میگه، این چی شد؟ این چی شد؟ از ما میپرسی؟ من خودم ازش میرم. من به نظرم مینا خانم بپرسه بهتره، چون تخصص داره. ببخشید آقا یوسف، من کار ندارم، هر کی میخواد بپرسه بپرسه، چون من طاقتم داغ. آقا چرا عصبانی هستی تو؟ ببندش بی سهوا. آب بفرمایی نوسا. آب؟ بله. آب بخورم. بله. حالا تو این اوزا نه، هرچی شما بفرمایی نوسا. خب گوشت با کن ببین چی دارم بگم جون. هرچی گفتن، هرچی شنیده، این مو به مو بی کم و کاس برای من تعریف. بی کم و کاس، چشم. چرا معطلی؟ هرچی شما بفرمایید. میگم پس چرا معطلی؟ اوسا آب بخوریم، بعد فشارتون رفته بالا. ده همین فشاری ککک رو با ایشنا یاد میگیره، ده همین کلنگی که بالا سری فیلس که را میره، ده همین نیست که چطوره میتونه بدوه، ده همین چیزست که تا نباشد چیزه که مردم نگوید چیزها، ده خیال فوز تا نباشد چیزه که مردم نگوید چیزها. با تو هم میگم آخه این آفتابه. تو را با نبرد دل ایران چه کار ها؟ تو ورزگری، ویلت هایت به کار. خب، آقا پرهام از همه عذرخواهی میکنه چون تکالیفش مونده، دیگه نمیتونه پیش ما بمونه. بله. اتفاقا همیشه نوشتم. نوشته. بله. یه مقدارش مونده. هیچیش نمونده. هیچیش نمونده. شما مرور کن، مونده. مرور کردم، نمونده. نمونده. پسر گلم. میخوام من اینجا نباشم دیگه. حالا آقا بیا برو. آقا این چه طرز صحبت تو جمع با یه بچه است؟ خب ننده. خب خب باشه، نه حالا میرم پیش گلنام. گلنام نه چی؟ چرا سری به چه داد من داد بزنی؟ ها؟ به چه حقی؟ خیلی بی جامع کنی مالیش من خرخواسته. داد رسا خوش دومه؟ بله داد بله. اوسا هنوز فرصت هست، اگه اجازه بدین من خودم باشون صحبت میکنم. حرف نباشه. الو رستم خان، یک کاری باید داشتم، پور یا فوتی. آب دست دست بزن زمین ها. بیا. چی؟ دیگه کار نمی کنی؟ خب شمارشو بده. بگو. خداحافظ. شما خاتون رو میشناسینش؟ خاتون؟ خاتون کیه صدارزا؟ مادر مینا خانم و مریم خانم. اوه 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 خاصو؟ بله. پس میشناسینش؟ من دیدمش صدارزا. همین مینا خانم هم همین سوال ازتون کردم، میخوام ببینم شما دیدینش یا ندیدینش؟ آخه میدونی صدارزا؟ اون موقع چه طرفتی خواستگار یا عروسی کرده که من نبودم که؟ اون وقت از کجا باید بشناسمش؟ شما زمانی که جوون بودین خاتون ما رو دیدین یا نه؟ زمانی که جوون بودم؟ من در حال حاضر 23-24 سالم است. اون وقت که جوون بودم؟ دادا شما مادر زن من رو دیدین یا نه؟ نه
نه. واقعا شما یعنی خود میشه تو حرف نزنی مالیش ما. اینم داده رضا خارسور چه فکر کرد و اجازه داد که دخترش زن این بشه؟ وا آقای قلمکار دیگه دارین توهین میکنید ها. حالا مادرت هیچی خودت چه فکر کردی یه زن این شدی؟ آدم قهدی بود؟ از زندگیم خیلی هم راضیم. بله این چه میگن؟ اون موقع شوهر قهدی بود است راست میگن ایده آره شما بفرمین بالاخره خاتون چه خواهش کنم یه لحظه خرخصه چی مالش مال حرف نزنی این بالش مالو خیلی خوب راستی دادار ازم بله من بو صورتم ندیدم پس آقای قلمکار شما خاتون ما رو هیچ وقت ندیدین شما با کدوم آقای قلمکار دارین حرف میزنین با من با آقا جونم یا با پدری آقا جون بلش کن بلش کن آقا دهتی گردی زنده کوچه علی چند بشون حرف نزن الو دای حسنم نه آخه چکا پاک نمیخوام وصول کنی آره کار سنگین تره برو بالا بالا ته بالاته پاجون در میونه چی؟ مالو که به ما رسید برقلاسی خیلی خوب اوسا حتما یه حکمتی توش هست یه حکمتی بهشون نشون بدم که بفهمن درفش به سری تیزش هست ره باریک و شب تاریک و درفش تیز و شب نه حرف نزنی میمیری؟ هرچی شما بفرمایید آهان هیپنوتیز چی؟ هیپنوتیز هیپنوتیز آره ببینید مینه خانومم تخصصشو داره چیزی که از گذشتش هرچی میدونه اینجوری تقنیهش میکنه بله به نظر منم فکر خیلی خوبیه ولی من سالاس این کار رو انجام ندم الان خیلی تمرکز ندارم ولی دیگه نیازی به پنهانکاری نیست چون همه میدونن این آقا اینجا سرسته آقا اینجا درسته ولی من دقیق میدونم پسرش در اینجا دست بذاره به نظر من شما برید ماشینو بیارین همین آره ماشینو بار بیار دیگه ماشین برای چی ماشین جاش امنه نه راست میگه خسرو ماشین اینجا باشه خیالم اینجا باشه بهتره اگر اینجا باشه باشه اینا کج میبری یوسف خسرو درستش میکنم میسازمش میدم از تو همون خونه بدوزندش سرش از زیری آب بکنم بلایی به سرش میارم که نفهمد از کجا خورده بدای حسن در میافته هر کی در افتاده ور افتاده 30 سال نذاشتم سایش بیافته در دیوار خاطر از این به بعدش هم نمیذارم حتما تقصیر مدت انجوچه که اون آرام به موقعش به حسابشو میرسم بس دیگه اوزا فهمیدم صداده برا من بلند میکنی خود سکته میکنی تا یار دیارش باش آزار که داد خارش باش وای نسا اینجا برا کارا تعطیل کن چشم هرچی شما بفرمایید فقط حواست باشه چیزی بهش نگی تو شهر غریبه درست نیست آخه چه کاری از خود خاتون بپرسیم بهتره که این پیر مرد هوش و حواس درست حسابی نداره معلوم هست تو این خونه چه خبره آقا چه خبره خانوم چه خبره همه مشکوک شدن یه موضوع مربوط به بزرگترا بعدش هم که پلیس یه سوء تفاهم بود حل شد بعدش هم که شما چی کار به این کارا داری؟ بدو برو تو اتاقت بازین کن ببینم فعلا جام خیلی خوبه ای جان دوش خیلی خوبه دوش خیلی ببین برمن داره کی؟ همه صفحه دیگه اجزایی میزنم برم ماشینم بیارم میبینی داره بخونه خوره آگوشی برمن داره بفرمایی من یه مشکوکه دیگه گل ناز بدو برو تو اتاقت بازی کن بدو زود بدو من مشکوکم یه این صفحه ای ببخشید ولی شما که خودتون بهتر میدونید آقای قلمکار حق پدری گردن رو من دارم من فقط خواستم بدونم حالشون خوبه یا نه نگرانم ظاهری آقا جونم خوبه حالا ولی هیچکی نمیشناسه حتی منم نمیشناخت خب الان کجا؟ الانم خونه همین دا
دوتا آقا بودن که دامادی این خانومه چی بود اونا اونجا بود؟ خاتون. بله. میدونید من خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم. مطمئنم وقتی یه حرفی میزنن یا یه کاری میکنن حتما یه نکته‌ای توش هست. ببخشید آقای صفایی کجا رفتن؟ جلسه هستم. هستم؟ بله. ببخشید یه لحظه کنارم بذارید. آقا کجا؟ جلسه هستم. توکی هم که جلسه هستم. نگاه کن آقای صفایی، من از اولم میدونستم به یادم مثل تو نباید اعتماد بکنم. ببخشید آقای مهندس، من بهشون گفتم شما جلسه هستید. خواهش می‌کنم شما بفهمید سر کار. نگاه کن صفایی. نه 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 یه دقیقه وایسا. آقا اینجا دفتر کار منه. زشته، این خانومه چه گناهی کرده؟ تلفن تو برای چی جواب نمیدی؟ گوشی نیست که خرابه. گوشیت خرابه؟ آره. این جلسه هم که این خانم میگو برای پیچوندن من نبود. بابا اون که از سر من با خبر نیست، تو خبر داری. ماشین کجا؟ ماشین الان برای آقا چون من رفتم تو پارکینگ الان نگاه کردم اینا ماشین نیست. ماشین کجا؟ خیلی خوب یه قصه ای داره برای من. اصلا قصه میخوام چیکار کنم؟ خیلی روش به من بگوی ماشینو کجا؟ پیامک هم واسه دایما. پیامک چی؟ بابا پیامک دادم با گوشی. نگاه کن صفایی، من نپیچونم. نگاه بکن من خیلی بد جور قاطی ام. ماشینو کجا؟ یه دقیقه بیا بشین. یه دقیقه بیا بشین. غیر مستقیم میخواست یه چیزی به من بگه، نفهمیدم برای چی اونا رو به من ترجیح میده. برای چی؟ شما خوبین؟ کمان خانم، خواهر من اگه میشه بریم شما سر کارتون. من چشم. گذشته است که آدم رو رها نمی‌کنه. گذشته است که آدم رو رها آقا جون گذشته زنده داشت. بله. تشریف بیاری؟ الان میام. ده بیان اینجا ها معطل نکن، این کار رو ندارم. چشم اومدم. بله. ببخشید دا. درست شد که دادار زمان بدون اجازه من با شما ازدواج کرده. دادار؟ آهان، یوسف رو میگین. یوسف! بله، ببینین. به شما گفته یوسف. اسمش دادار زمان. بله. آخه من داداش بزرگترشم. باید هر کاری مخواد بکنه را از من اجازه بگیره. بله خوب درست میگی. بله. این که مزاحمت رو شدم میخواستم ببینم که خانواده شما ریشه دار هست یا نه. ریشه دار؟ بله. منظورم این است که اصل و نسب دارین، با شخصیت هستین، سنخیت دارین با هم دیگه. فکر نمی کنیم برای این حرفا یکم دیر باشه؟ بله. اما این کارا دیر و زود نداره. البته هر چیز زودتر باشه بهتره. این نظری من نیست. نظر آقا جونم هم همینه. صفایی دوست 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 خسرو جون، اگه بلای سر این ماشین اومد باشه وای به حالت. نه بابا جون، ماشین که هیچی، دوست تو ساختمون زیاد شده. منم امانت نگهدار. الان ماشین کجا؟ ببین کارادا، نمیذاری آدم راستشو بگه. بگو الان چه وقتیه؟ داری دیوونه هم میکنی صفایی؟ دیوونه شدن نداری که، الان شب جمعه از پنجشنبه است. صفایی چرا داری آسمون ریسمون میبافی؟ نمیبافم آقا جون، اجازه بده من بهت بگم. این یه مقدمه چینی قشنگ داره، باید بگم مفصل. خب بگو. دوست عزیز، آخرش هم که باید ماشین رو به یارو پس میدادی. خب فقط حمالی جای ماشین واسه ما میموند. اصل مطلب بگو. اصل مطلب اینه ماشین که مال خودمون نمیشه، گفتم حداقل از بودنش درآمدزایی کنیم. چی کارش کردی؟ دادمش واسه کار خیر. وای صفایی نکنه. ماشینی کرایه دادم. ماشین چند صد میلیون کرایه دادم. آره نه کرایه مسافر کشی که، ماشین عروس شد. عروس؟ آره. البته خیالت راحت ها، ببین کن روی کاپوت ماشینو یه چسب خارجی کامل پهن کردم، روش یه انقدر اسفنج گوشتم
سی تام گله بدون خار گوشتم که خدمت نندیم. شما خیلی بیجا کردی. من ماشین بیزامون رو دادم نمیشه دست امانت. چرا بیجا کردم آقا جون؟ پول بنزین نشی هزار تومن پول جیبت نبود. بد کردم. آره؟ آخه نباید به من بگی؟ آقا جون من به پیامک دادم، 20 بار پیامک دادم، 10 بار شماره تو گرفتم در دسترس نبودی. چی کار کنم؟ میخواستم باید مفصل صحبت کنم. خب مرد حسابی طرف شب عروسیش هول گیج زیگزگ میره تو در دیوار. نه بابا راننده فرمولی یک پشتش کشتم، ناصر فرمول. آقای ناصرتون فرمولی. اونایی که بغبغ میکنن راه میفتن دگز مالیدن به ماشین ملت چی؟ خیالت راحت، خیالت راحت. 5 تا رفیق موتور سوار دارم حرفه‌ای. همش بغل ماشین عروس میرن، کسی نزدیک نیاد. خوبه؟ آخه برای چی؟ برای چقدر؟ 5 میلیون تومان. 5 میلیون واسه یه شب. 5 میلیون؟ آره 5 میلیون واسه یه شب. آقا تو خیالت راحت باشه، ماشین یه ماه بذار پیش من، کرایش میدم. بعد یه ماه پول کل ماشین رو در آوردیم، ماشین یارو رو میدیم یه دونه عینی خودش زیر پمپه. آخه ولی ولی نداره. آقا من فهمیدم تو نگران پولشی. آقا ما رفیقیم، نس اصلا عادلانه. 4 تومن من برمیدارم، 1 تومن تو میخوای؟ 1 تومن بدم به تو، 4 تومن من بردارم. مهمتر از همه اینا اینه که دل دوتا جوان رو شاد کردیم، اون قیمت نداره. بله آقای داماد، سلام علیکم، تبریک میگم آقا، خیلی مخلصیم، خوبی، چاکرتیم. عروس خانم ماشین دوست داشتن؟ خب مبارکه، من همکارم هم اینجا وایساده تبریک میگه خدمتتون. بگو بگو تبریک بگو. تبریک میگه. بله بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم، کجا هستین؟ اه؟ خب بله بفرمایید، من در خدمتتونم. بله، خواستم خدمتتون عرض کنم که پدر مادر خیلی شرطه. اینطور که شنیدم مادر شما خاتون بود، است درسته؟ شناختینش؟ و آقا جون رو تا حالا ندیدم. عمرشونو دادم به شما. آخه چه عمر داشتن که خودشون میچردن چرا به من بدن؟ فوت کردن. خدا رحمتش کنه، خدا همه رفته گونا بیامرزه. منظورم اینست که عکسی نشونه چیزی ازشون ندیدم. برای اینکه ما عکسی ازشون نداریم، یه دونه هست که اونم دست خاتونه. خاتون؟ مادرم. مادر شما چیه؟ خاتون دیگه. وقت آقا دون چی باشن؟ ای وای قضام سوخت. آقا جون میخوام بگم یه چای برات بیارم. حکون باشه. میگن حکون باشه. چی؟ تنباکوش دونم باشه، حکون باشه. آها، ما از این چیزا تو خونمون نداریم. یوسف بعد آموزی داره. همینو بگو ماما، واقعا چه بعد آموزی داره؟ من فقط قراردادها، اجاره بلند مدت، اجاره کوتاه مدت، خودکارم کو. آرامش خودتون رو حفظ کنین که بشه ما. سرکار سرکار خودشه. همین آقا ماشین من. سلام آقای داماد. سلام سرکار خانم، خوب هستی؟ سلام عروس خانم، خوبی؟ مبارک به افتخار عروس داماد. آقای مهندس آبرون رفت، یه کاری بکنیم. یه راست اجازه بدین، اجازه بدین. چه مشکلی پیش اومده سرکار؟ که شما همونین که ماشینو کرایه دادین بهشون که؟ بله بله، من در خدمتتون هستم. که شما باز داشتین؟ من باز داشتم. برای چی؟ ماشینم توقیفه که. خب ایشون که مهندس یه کاری بکن، آبروم من الان درستش میکنم. آقا فیلم نگیر خواهشن. آقا جون، آقای عزیز فیلم نگیر. عزیزم فیلم نگیر. آقا فیلم نگیر. ببینید من الان درستش میکنم. ایشون که دامادن، اجازه بدین شب عروسیشون به هم نخوره عروسی. عزیز من با ماشین سر خیالت راحت با ماشین سرقتی که نمیشه که اجازه دستور ندارم. خب بله میدونم، اجازه بدین من در خدمتتونم. ایشون که شب عروسیشونه الان حلش. آقا مهتی یه لحظه اینا رو آروم کن خودت نوکت. ببین من آقا نگیر، فیلم نگیر، آقا فیلم نگیر، سر کن یه لحظه.
فیلم نگی، من داداش فیلم نگیر میگم. بریم به این فامیلیتون بگو فیلم نگیر. آبروم رو حواسه بگو فیلم نگیر. باشه باشه آقا. من چیکار کنم که الان اینجا شما یه لحظه تشریف بیارین بریم بالا من با شما صحبت کنم. چه پیشنهادی دارین که؟ پیشنهاد خوبی دارم براتون، یه صحبتی. پس من یه گزارش بدم به سرکار. نه از اون لحاظ نه سرکار. از اون لحاظ می‌خواستم اگه بشه باهاتون یه صحبتی بکنم. حالا برش کن. آقا ایشون که الان حلش می‌کنه. آقا فیلم نگیر آقا جون، از ما فیلم نگیر. آقای عزیز از ما فیلم نگیر خواهش. ببین شما الان ایشون که داماد اونم عروس خانم اینا باید برن تالار، نمیشه که ایشون بیاد. خب با ماشین سرقتی که نمیتونن. من در خدمتتونم الان. مشکل فقط ماشینه. ماشینه که خب من الان حلش میکنم. الان حلش میکنم. تو ناراحت نباش. امید دارم نوکرتم ناراحت. زودتر افتخار خانواده عروس به داماد. نظر آقا نظر. یکم زودتر که من خانم منشی. خانم منشی یه لطف کنین سوئیچ ماشین آقای فرخشایی رو بگیریم بیاریم پایین. اجازه بدین اون بگیریم بیاریم پایین. دم راه من اینجا رو واسه کنم، میخوام برن ماشینشون سد معبر کرده و جاشو عوض کنیم. اجازه بدین، خواهش میکنم الان حل میکنم. حل میشه که بله الان سر کنم. حل میشه افتخار خانواده عروس و داماد. فیلم نگیر نباش دیگه. آقا جان فیلم نگیر. بله ببخشید آقای فرخچایی، آقای مهندس فرمودن اگه ممکنه سویچو بدین، مثل اینکه میخوان ماشین رو جابجا کنن. جابجا کنم؟ خودم برای چی جابجا کنم؟ مثل اینکه سر راهه. خودم جابجا کنم. خواهش میکنم شما زحمت نکشین، میدم بهشون. دست شما درد نکن. خیلی همه ماشین سر راه نزشته بودم. آخه این چیه بچه تو اینجا روشن کردی الان این موقع؟ ها برای چی روشن کردی؟ ها به مهندس بگم برای چی روشن میکنه اینو؟ بدین دستون طوری نشده خانم منشی. یه لحظه بریم عروس خانمو پیاده کنی سوار این ماشینش کنی. بریم بفرمایید آقا بفرمایید. یه لحظه این سویچ ماشین خدمت شما، راحت بشین. مشکل ساز نشه آقای مهندس. مشکل ساز نیست. بشین آقا بفرمایید. افتخار خانواده عروس. پیاده شین عروس. پیاده شین من در وا میکنم. آقا بیا در وا کن آقا جان. بیا پیاده شین. سند ماشین نشون بده. بفرمایید. آقای مهندس این ماشین مشکل ساز نشه. حواس من کل چی میشه؟ به افتخار عروس و داماد برو سوار شو. خوبه برو سوار شو. برو سوار شو. من در خدمتم. بفرمایید. یه برو آقا بریم که بریم. بفرمایید. خانم منشی بیا آقا به آقا خسرو بگو که سند این ماشین رو برداره بیاد کلانتری سر محل. که سر محل؟ بله بفهم سواش دارم. بفهم از اومد سواش. بفهم سواشو برو آقا. آقا برو فیلم نگیر دیگه. برو دفتر صفحه‌ای دیگه شارژ نداشتم با این گرفتم. کار دارم که نیومدم. بچه خوابه؟ خیلی خوب باش میام دیگه. آقای فرخچایی. یه دقیقه. منشی دفتر صفحه‌ای دارم خانم حرف میزنم. بله کاری نداری؟ خب نوع شب باشه. خب اینا کار عرصی میکنن تو یکی دو شب اینجا. باشه. آقای فرخچایی. بله. حسن آقای صفایی هم اصلا کاری نداری زنگ میزنم. دل آقای فرخچایی. بله خانم نمیمونده همون تلفن صحبت بکنم. بفرمایید. خوی آقای فرخچایی، آقای مهندس گفتم با مدارک ماشین تشریف بیارین پاسگاه. مدارک ماشین؟ کدوم پاس؟ برای چی پاسگاه؟ ماشین عروس مدارک همراهشون نبوده. پلیس هم ماشین عروس رو با آقای صفایی بردن پاسگاه. وای خانم سویچ ماشین رو بده. راستش آقای مهندس به خاطر اینکه این زوج خوشبخت زندگیشون خراب نشه و برن دنبال زندگیشون، این ماشین گلای ماشین عروس رو کندن زدن رو ماشین شما، اونا رفتن دنبال سرنوشتشون. یعنی الان ماشین من شد ماشین عروس رفت اون یکی هم بردن پاسگاه؟ صفایی خدا بیم شکرت کنی.
خواستگاه نمیخواییم بگیم آقای مهندس؟ خواستگاه چرا؟ کدوم خواستگاه؟ خواستگاه سر خیاب. دیدی ماما خانم من که میگه همه چی توی خونه مشکوکه. وا خسرو، کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم که پشت گریه و لب